و ما خبر آخر مؤسسه فرهنگی و نیکوکاری مسوال حسین علیه السلام در کربلای مقدسه میزبان علی الارداوی مدیر مؤسسه شهدای کربلا و هیئت نمایندگی این مؤسسه بود به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجعیت شیعه در این ملاقات حجت الاسلام شیخ مصطفی محمدی مسئول مؤسسه مسوال حسین علیه السلام گزارشی از تأسیس این مؤسسه در عمل به فرمایشات مرجع عالیقدر آیت الله شیرازی مدظله و همچنین فعالیت‌های انجام شده و در حال اجرای این مؤسسه به میهمانان ارائه کرد ایشان همچنین در خصوص پروژه بزرگ ازدواج جوانان عراقی گفت مؤسسه مصباح حسین علیه السلام پروژه های متعدد مانند آموزش حرفه های گوناگون و برنامه های متعدد و گسترده خیریه از جمله راه اندازی پروژه خانه مودت به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های عراق برای ازدواج جوانان از توایف و ادیان مختلف را در دستور کار خود دارد حجت الاسلام محمدی همچنین به برخی از جزئیات پروژه خانه مودت و شرایط ثبت نام اشاره کرد و گفت در حال حاضر ثبت نام کنندگان در این پروژه از توایب و ادیان مختلف از جمله شیعه، سنی، مسیحی، ایزدی و دیگر مذاهب و توایف عراق هستند. مدیر مؤسسه مصبال حسین علیه السلام همچنین با تاکید بر اینکه این مؤسسه به منظور خدمت رسانی به ملت عراق تأسیس شده است برای همکاری با مؤسسه شهدای کربلا اعلام آمادگی کرد ریاست مؤسسه شهدای کربلا نیز ضمن قدردانی از فعالیت‌های مؤسسه مسبال حسین علیه السلام در حوزه حقوق بشر و خدمت به ملت عراق بر ضرورت همکاری مشترک در پروژه‌ها و برنامه‌های کمک رسانی به خانواده‌های شهدا تأکید کرد.